اصلا بگی بخیر خبراق و سرحال بریم کار رو شروع کنیم. تا تست شماره 5 رو رفته بودیم، وارد تست شماره چند میخوام بشیم 6، اما قبلش او سلام نکردیم. مخلصیم، شاکریم، یادم را ببخش. من هرس خوردم یه خورده سر این که حالا صدا و تصویر اولش خراب میشه تا بخواد درست بشه، تایمی از کلاس میره، حالا تو این تایم بچه هم اضافه میشه. من یه توضیح اول بدم بچه ها. ما فیلم ها را رکورد میکنیم. رکورد که میکنیم، خب 2 ساعت و نیم 3 ساعت فیلمه، حجمش خیلی خیلی زیاد میشه، ارسالش خیلی کار سختیه. بچه‌ها که توی فکورن از پنل فکور میگیرن، داریم کار میکنیم. بچه‌ها که غیر فکور هستن بتونیم با حجم کمتر براتون ارسال کنیم، ولی تلاش کن که تو کلاس باشید. این فیلم‌ها رو ما توی 2-3 روز 1 و 2ش که آماده است ارسال کردیم. خیلی جا جلسه دوم هنوز آماده نیست و هم جلسه که امروز برگزار میشه اونها براتون آماده میکنیم، در اختیارتون قرار میدیم. حالا یه خورده حوصله کنید، به آموزشگاهاتون گیر ندید، چون من و همکارامون اینجا باید این کارو انجام بدیم. این یه موضوع. جلسه دوم داره آماده میشه، دارن کارایی میکنن که از طریق آپارات بیاد بالا، که من اینا رو نمیدونم، فقط میدونم که فیلم خامشو میگیرم براتون ارسال میکنم. امروز اینجام که این کارا رو انجام میدم. یه موضوع، تا اونجایی که ممکنه خب حضوری باشید که این مشکل براتون ایجاد نشه، بخواید فیلمو بگیرید، آپلود کنید، دانلود کنید، از این چهره برا که با مشکل برخورد میکنید اذیت هم میشید. ها اما وارد الکتروشیمی میشدیم، میخوام وارد جدول E0 بشیم. بچه‌ها من یه توضیح کوچیک بدم، برن سراغ تست شماره 6 و نکته‌هاشو بهتون یاد بدم. مرور خیلی قشنگیه، یه نفس عمیق بکشید، لطفاً با هم چت نکنید، به من گوش بدید تا بتونید اون نتیجه که می‌خوام بگیرین رو بگیرید. دوست داشتنی ها، قدرت کاهندگی عناصر، یعنی قدرت از دست دادن الکترون توسط اونها، و یا قدرت اکسندگیشون ها، یعنی گرفتن الکترون، بر اساس چیزی در واقع بررسی میشه به نام جدول E0. میدونم سرتون میشه، جدول E0 جدولیه که مبناش هیدروژنه با پتانسیل الکترودی 0، قبوله؟ و اونایی که بالاتر قرار میگیرن E0شون مثبته، اونایی که زیر هیدروژن قرار میگیرن E0شون منفیه. هرچه E0 کوچکتر باشه، یادآوری اونا رو بلدید، هرچه E0 کوچکتر باشه عنصر مورد نظر ما کاهنده تره، یعنی تمایلش به از دست دادن الکترون چیه؟ بیشتره. پس اگه ما تو جدول E0، اگه ما تو جدول E0 مثلا این ترتیب رو داریم، مثلا تو جدول E0 ما این ترتیب رو داریم، نگاه کنید، مثلا اگه من بالا جدول مثلا CU رو دارم، بالا جدول مس رو دارم، یه خود پایین‌تر مثلا دارم میگم هیدروژن رو دارم، یه خود پایین‌تر آهن رو دارم، یه خود پایین‌تر منیزیم رو دارم، یه خود پایین‌تر سدیم رو دارم، اینا E0شون از بالا به پایین بچه‌ها کوچیک‌تر میشن. هیدروژن که E0 صفره، درسته؟ اون بالا یا هیدروژن یا مثبتن، که مثلا این مثبت 34 صدمه، اونا که زیر هیدروژنن منفی هم، هر چی هم میرن پایین‌تر منفی‌تر میشن. مثلا آهن -74 صدم ولت، منیزیم منفی مثلا 2.37، حالا این عدد خواهد، من یادم نیست، ولی فکر کنم -2.60 خورده باشه. به هر شکل هر چی میرین پایین‌تر منفی‌تر میشن. چیزی که شما باید بلد باشید اینه که فلزات پایین‌تر از فلزات بالاتر کاهنده‌ترن، یعنی تمایلشون به از دست دادن الکترون چیه بچه‌ها؟ بیشتر. خب حالا آروم کنید تا ما از این قدرت کاهندگی و اکسندگی استفاده کنیم. خب گوش بدید به حرفم. تو تستا من همه نکته براتون آوردم، فعلا خواستم ذهنتون آماده کنم. موضوعی که خیلی بهش دقت کنید اینه بچه‌ها، تو این جدول یک قانونی وجود داره. گوش بدید تمام بگم. این قانون رو همیشه بلد باشید. اگه قرار بین عناصر موجود در جدول E0 واکنشی صورت بگیره، همیشه بر این اساس صورت میگیره. آروم کنید. همیشه فلز پایینتر میتونه به کاتیون فلز بالاتر الکترون بده. همیشه فلز پایینتر میتونه به کاتیون فلز بالاتر الکترون بده. یادتون نره. چرا؟ چون فلز پایینتر کاهنده تره و تمایلش به از دست دادن الکترون بیشتره. یه بار دیگه جمله سنتون قرار بدید. فلز پایین‌تر میتونه به کاتیون فلز بالاتر چی بده؟ الکترون. یادت نره. ما تو جدول E0 نافلز هم داریم، اما نافلزا برای ما کاربردی ندارن. گرفتین چی شد؟ در ضمن بلد باشید همیشه به ما جدول E0 رو میدن، یعنی مقادیر E0 رو به ما گزارش میکنن. الان تو تستا خواهید ما ازش استفاده میکنیم، پس نیازی به حفظ کردن جدول E0 ندارید. یه حالت کلی بهتون یاد میدم، تو 2-3 تا اسلاید بعدیم هست یاد میگیرید، نگران نباشید. گفته نکته بسیار مهم، بر اساس جدول E0 فلز پایین‌تر میتواند به کاتیون فلز بالاتر الکترون بدهد و آن را کاهش دهد. بچه‌ها عکسش رخ نمیده. ببینید
آلومینیوم از آهن تو جدول پایین‌تره. آلومینیوم تو جدول پایین‌تره. منهای 1.66 آهن منفی 44. میفهمید؟ پس آلومینیوم تو جدول از آهن پایین‌تره. آلومینیوم میتونه به کاتیون آهن الکترون بده. خودش میشه کاتیون، آهن رو به فلز تبدیل میکنه. اینجا آلومینیوم کاهنده است چون الکترون از دست داده. یون Fe2 مثبت اکسنده است چون الکترون گرفته. اینا دقت کنید، نگاه کنید. آلومینیوم کاهنده است چون الکترون از دست میده و و و و و یون آهن دو اکسنده است، اونی که داره الکترون رو میگیره. داره چه اتفاقی میفته؟ در واقع داره الکترون از آلومینیوم میره به سمت یون آهن. درسته؟ پس این میشه کاهنده و این میشه چی؟ اکسنده. حواستون جمع باشه، نگن آلومینیوم الکترون داد، آهن الکترون گرفت. غلط غلط. این نکته‌ای تو تست الکتروشیمی خیلی مهمه. آلومینیوم الکترون داد، یون آهن الکترون گرفت. میدونم فهمیدید. حله؟ حالا برای این اساس تو شیمی یه کاری انجام میدن که تستای خیلی شیکی هم داره. بچه اگه ما بیایم تیغه جنس یک فلز رو نگاه کنید، اسلایدر بچه‌ها، بد نیست حفظ باشیم. ترتیب کلی قدرت کاهندگی عنصرها به صورت زیر است. این کلی رو بلد باشین خیلی شیکه. این کلی چی میگه؟ نگاه کنید، میگه بالاترین قدرت کاهندگی رو فلزهای قلیایی دارن. سرتون بشه، یعنی اینا کمترین ای صفر رو دارن، یعنی تو جدول ای صفر هست همشون پایین ترن. گرفتید؟ حالا فلزهای قلیایی خاکی، فلزهای قلیایی خاکی بچه فعلا چیزی تایپ نکن چون میخوام کلاس راه بندازم، بعد عدستم در میره نوشتاتون دل برم بچه پسر و دختر، چیزی تایپ نکنید تا من بعدش برگردم ببینم. مرسی. فلزهای قلیایی بالاترین قدرت کاهندگی دارن، خب سرتون بشینه تو جدول سمت پایین ترن. بعدش فلزات قلیایی خاکی هن، درست شد؟ اونا قدرت کاهندگیشون زیاده. بعد تو فلزات آلومینیوم رو بلد باشید که از فلزهای قلیایی خاکی قدرت کاهندگیش کمتره، اما از فلزهای واسطه بیشتره. بعد نوبت به فلزهای چی میرسه؟ واسطه. من جای نفته جا نبوده بنویسم. بعد از فلزهای واسطه نوبت به هیدروژن میشه که من ننویسم چون کاریش نداشتیم. بعد تو کلاس میگه اون 5 تا. اون 5 تا یادتون هست چجوری میگفتیم؟ IUCU AG HG PT. یه بار تکرار کنید با من خودتون. آره؟ IUCU AG HG PT. این 5 تا، این 5 تا بچه کیان؟ این 5 تا همونایین، اینا همونن که ای صفرشون مثبته. یعنی اینا تو جدول بالای هیدروژن قرار دارن. کجان؟ بالای هیدروژن. هیدروژن این وسط. پس این ترتیب بلد باشید خوبه. قلیایا، قلیای خاکی‌ها، آلومینیوم، فلزات واسطه و اون 5 تا IUCU AG HG PT. دستم نگاه کنید. قلیایی تو جدول صفر، قلیای خاکی، آلومینیوم، فلزات واسطه، هیدروژن، بالاترش میشه اون 5 تا IUCU AG HG PT. اینو بلد باشید ضرر نمیکنه. حالا از جا بیام بیرون، این نگاه کن بچه‌ها، اول به من گوش بدید. این که فلز بالاتر میتونه به کاتیون فلز پایینتر الکترون بده، یه اتفاقهایی میفته که این اتفاقها تقریبا تو هر سال تو کنکور تست داشتن. اول من بپرسم اینجا اگه کسی مشکل داره بپرسه، تایپ کنه من ببینم مشکلاتتونو. نه چیزی نیست. حفظیات جزئی که براتون فرستادم بچه ها، حفظیات رو خیلی خوب براتون دستبندی کردم، هم براتون میفرستم، قصه نخورید. چیزی که باعث شد جزوه کامل ندیم همین حفظیاته. چون دیدم حفظیات خیلی به کار میاد، من همه حفظیات رو براتون می‌نویسم ارسال میکنم. فعلا روی این تستا با هم حرف بزنیم. خیلی خوب، برو بریم. هر که بره اون حفظیات رو بخونه منو دعا میکنه. نیاز به خوندن متن جزوه تو قسمت‌های حفظی دیگه اصلا ندارید. خیلی شیک، خیلی کامل براتون نوشتم. به بچه‌ها، اگه تیغه جنس یک فلز رو درون محلولی از یون فلز دیگه قرار بدیم، در صورتی بین این محلول، ببین سرتون میشه تو حرف زدن، در صورتی بین این محلول و این یون واکنش رخ میده، اتفاق میفته که این فلزه، خب این فلزه از کاتیونی که توی این محلول هست، از فلز مربوط به اون کاتیون کاهنده تر باشه. مثلا اگه من تیغه جنس آهن رو درون محلولی از یون مس میذارم، در صورت این اتفاق میفته که آهن از مس کاهنده تر باشه، یعنی تو جدول پایین تر باشه. گرفتی؟ درست شد؟ یعنی همیشه تیغه از جنس یک فلز رو میتونیم درون محلولی از یون فلز دیگه قرار بدیم، به شرطی واکنش میدن که این فلزه از فلزی که درون محلول قرار گرفته کاهنده تر باشه، یعنی تو جدول پایین تر باشه. اینجاست که به این جمله حساس میرسیم. نگاه کنید، نگاه کنید، خیلی جمله مهمه.
بر این اساس اگر تیغه از جنس فلز پایین‌تر یعنی کاهنده‌تر درون محلولی از نمک فلز بالاتر قرار بگیره، فلز پایین‌تر تو محلولی از نمک فلز بالاتر، اون موقع یه سری اتفاقا میفته، واکنش رخ میده، برعکسش هیچ وقت رخ نمیده، که من تو این شکل قشنگ همه رو بهتون یاد میدم، لذت و دنیا و آخرت رو با هم ببرید. تو کنکور امسال احتمال تستش خیلی بالاست بچه. تیغه از جنس آلومینیوم رو داخل محلولی از یون آهن دو گذاشته. بچه ممکنه ایراد داشته باشه، من پیداشون میکنم، چون بالاخره تا ندی تو کار ایرادا معلوم نمیشه. دفعه نگران نشید، من هرچی باشه پیدا میکنم. تیغه از جنس آلومینیوم رو درون محلولی از یون آهن دو گذاشتیم. قبوله؟ چون آلومینیوم تو جدول از آهن پایین تره، دیدید که الان آلومینیوم از فلزات واسطه کاهنده تره، پس واکنش رخ میده. این واکنش چیه؟ این واکنش اینه که آلومینیوم تبدیل میشه به Al3 مثبت. ببینید Al تو محلول حل میشه، تبدیل میشه به Al3 مثبت و 3 مول الکترون. قبوله؟ چه پدیده اینجا رخ میده؟ اکسایش. چی نوشتم؟ اکسایش رخ میده. قبوله؟ یادم افتاد دوباره کار با این قلم رو. قبوله؟ خیلی خوب. کجایی؟ حالا یه بار دیگه، آلومینیوم از آهن کاهنده تره، آلومینیوم داخل محلولی از یون آهن قرار گرفت، آلومینیوم شروع میکنه الکترون از دست دادن، تبدیل میشه به Al3 مثبت، اون الکترون ها رو یونای آهن دو میگیرن، به آهن تبدیل میشن. به چی تبدیل میشن؟ به آهن. دقت کنید، آلومینیوم میشه Al3 مثبت، میاد تو محلول، یونای آهن دو الکترون ها رو میگیرن، به آهن تبدیل میشن، رو تیغه اضافه میشن. به این دسته نگاه کنید، اگه یاد نگیرید 100 تا فوش میدم. نگاه کنید داره چه اتفاقی میفته. داره از جرم آلومینیوم کم میشه، چون داره به یون تبدیل میشه، اما به جرم آهن داره اضافه میشه. به حواستون جمع کنید، دارم مخصوصا تون میگم، این آهنه روی تیغه رسوب میکنه. آهنی که الکترون میگیره، یونای آهن دوی که الکترون میگیرن، روی این تیغه رسوب میکنن. یعنی بفهمید، یعنی اول از وزن آلومینیوم یه مقدار کم میشه، بعد یه مقدار آهن بهش اضافه میشه. یعنی اگه ما جرم اولیه این تیغه رو داشته باشیم، با اینکه تشخیص بدیم چقدر از وزنش کم میشه و دوباره چقدر بهش اضافه میشه، میشه تشخیص تا تغییر جرم اون تیغه چقدر که تستار ازش دارم من. پس فهمیدید وقتی تیغه جنسی فلزی داخل محلولی از یون فلزی دیگه قرار بگیره، در صورتی با هم واکنش میدن که این فلزه از این محلول کاهنده تر باشه، از فلزی که توی محلول هست کاهنده تر باشه، یعنی تو جدول پایین تر. ببینید وقتی اینا میخوام با هم جمع کنیم، اینجا چه پدیده رخ داد بچه ها؟ کاهش. وقتی این دو تا رو با هم جمع می‌کنی، باید تعداد الکترون با هم برابر باشن دیگه. نه، تعداد الکترون باید با هم چی باشن؟ برابر. معادله بالا در دو، معادله پایینی در سه، ضریب این در این ضرب میشه، ضریب این تو این ضرب میشه و این معادله اصلی به دست میاد. که قشنگ معلومه آلومینیوم داره از بین میره، به جاش داره آهن تولید میشه. این آهنه رو تیغه آلومینیوم میشینه، جای دیگه نمیشینه، وزن تیغه چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. این یادتون نره. حل پس چه اتفاقایی در کل میفته؟ نگاه کنید. به غلظت یون آلومینیوم تو محلول اضافه میشه، از غلظت یون آهن دو تو محلول کم میشه، چون داره از بین میره. میبینید وزن تیغه تغییر میکنه. گولم نخورید فکر کنید وزن تیغه کم یا زیاد میشه. نه باید محاسبه کرد که چقدر از وزنش کم میشه، بعد چقدر آهن بهش اضافه میشه، تا بفهمیم در نهایت وزن تیغه کم میشه یا زیاد. من نکته رو تو اسلاید قبلی نا اسکرین شات بگینا، تو اسلاید قبلی براتون نوشته بودم، نگاه کنید اینجاست. از وزن تیغه فلزی کاسته میشه، خب باید ببینیم بعدش این مقدار بهش چی میشه؟ اضافه میشه. حالا من ننوشتم، خودش داره تنها میگه، هنوز اضافه شده رو نگفته. غلظت کاتیون آن در محلول افزایش مییابد، Al3 مثبت رو میگه. غلظت کاتیون محلول نمک کاهش مییابد، منظورش اون Fe2 مثبته بود. کاتیون محلول نمک روی سطح تیغه کاهش مییابد، همین باعث میشه دوباره وزن تیغه چی بشه؟ زیاد بشه. این اتفاقیه که وقتی تیغه از جنس یک فلز درون محلولی از یون فلز دیگه قرار بگیره. میدونم بچه های من میپرسن کوچان، اگه اون تیغه از اون فلز محلول کاهنده تر نباشه هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا بچه ها واکنشی رخ نمیده. رفت تو ذهنتون؟ خیلی خوب. این موضوع، اینم که قرار شد حفظش کنید، اینم که فهمیدید. الان تو این فرایند بچه ها چند مال الکترون جابجا میشه؟ میخوام پایین تایپ کنید بگید برای من چند مول الکترون تو این فرآیند جابجا میشه. آفرین بچه، آفرین یاش بچه، دمتون گرم. نمیتونم از بس همه تایپ میکنم نمیتونم بگم اسم برم، دمتون گرم، دارم کیف میکنم. 6 مول الکترون کافیه، این ضریب رو در این تعداد الکترون ها ضرب کنید، تو این فرآیند 6 مول الکترون جابجا میشه. آلومینیوم 6 مول الکترون از دست میده، یون آهن دو 6 مول الکترون میگیره.
ماچ ماچ بریم. خب چه تعداد از عبارت ها در مورد فرآیند زیر درست است؟ آماده ای؟ چه تعداد از عبارت ها در مورد فرآیند زیر درست است؟ من مخصوصا جزوه خودم دارم که با اون چک کنم چون یه سری تغییرات کرده درستش کنیم. اول بچه ها اینجا نگاه کنید، داره نیکل ها به یون 32 مثبت الکترون میده، درست شد؟ داره به یون 32 مثبت الکترون میده، قبول؟ قبوله؟ اینجا نیکل از صفر میرسه به مثبت 2، یعنی در واقع داره 2 درجه اکسایش پیدا میکنه، درست شد؟ مثل مثبت 2 داره میشه مثل صفر، درسته؟ در واقع داره 2 درجه کاهش پیدا میکنه، یعنی این داره 2 مول الکترون از دست میده، اونم داره 2 مول الکترون میگیره، قبوله؟ پس توی این فرآیند کلن چند مول الکترون جابجا میشه؟ 2 مول. گفته کدام مورد درسته؟ شما بگید گزینه آ درسته یا غلطه. برای من بنویسید آ درسته یا غلطه. علیرضا نوشت غلطه، نیایش نوشت غلطه. آره آره همه فهمیدید چرا غلطه. 2 مول الکترون از اتم نیکل به اتم مس منتقل نمیشه، به یون مس منتقل میشه. پس مورد آی ما چیه؟ نادرسته. مورد ب، با گذشت زمان لایه نازک قهوه‌ای مایل به سرخی بر سطح نیکل. خب بچه‌ها محلول مس 2، محلول مس 2 آبیه، قبلا هم میدونستید، جای دیگه تو تستا داریم. کاتیون عناصر واسطه اغلب رنگی‌اند، همشون نه. محلول، میخوای برای خودت یادداشت کن، محلول کاتیون عناصر واسطه اغلب رنگی‌اند. حالا مس 2 آبیه، نیکل 2 سبز. پس با گذشت زمان داره از مس 2 کم میشه، به نیکل 2 اضافه میشه، پس داره به مرور زمان، به مرور زمان رنگ محلول، رنگ محلول از آبی به سبز تغییر میکنه. این یه نکته. بعد یونای مسی که الکترون میگیرن به مس تبدیل میشن، روی تیغه نیکل میشینن. وقتی روی تیغه نیکل میشینن یعنی سطح تیغه نیکل رو قرمز مایل به قهوه‌ای میکنن، قرمز رنگ دیگه، مس دیگه، قرمز مایل به قهوه‌ای. گفته با گذشت زمان لایه نازک قهوه‌ای مایل به سرخی به سطح نیکل رسوب میکنه، که این کاملا درست. پ، به مرور زمان رنگ محلول از سبز به آبی تغییر میکند. خیر غلطه، از آبی به سبز تغییر میکنه. مس 2 آبی، نیکل 2 سبز، از آبی به سبز تغییر میکنه. ت، قدرت اکسندگی یون مس 2 از نیکل 2 مثبت بیشتره. بچه ها الان شما دیدید نیکل از مس کاهنده تره، قبلا هم گفتم هرچه فلزی کاهنده تر باشه کاتیونش اکسنده ضعیف تریه، هرچه فلزی کاهنده تر باشه کاتیونش اکسنده ضعیف تریه. یعنی اگر نیکل از مس کاهنده تره، یون مس از یون نیکل اکسنده تره. نگاه کنید صفحه بعدی، گفته مرور زمانی که گفتم قدرت اکسندگی یون مس 2 مثبت از نیکل 2 مثبت بیشتره. بله چرا درسته؟ چون کاهندگی نیکل از کاهندگی مس بیشتره، پس کاتیونش اکسنده ضعیف تره، پس کاتیون مس 2 مثبت قوی تره. همه فهمیدن؟ یعنی الان مردایی که ما داشتیم، الف آ نادرست شد، ب درست شد، پ نادرست شد، ت هم درست شد، یعنی چند تا درست میشه؟ 2 تا. جواب گزینه 3. گول نخورید مثل اشتباه که کنکور کردم شماره را اشتباه بزنید، گزینه 3 جوابش 2ه. تمومه؟ خیلی خوب، ایراد ندارید بچه تو این تسته. مورد ته یونن دیگه، یونا را از لحاظ قدرت اکسندگی میتونیم با هم مقایسه کنیم دانیال، فقط از لحاظ قدرت اکسندگی یونا با هم مقایسه میشن. تست شماره 7 جزء احتمالی های کنکور ماست. به خدای بلای سرتون میاد تو کنکور اگه نار خونه دوباره خودتون تمرین نکنید. با هیچ کس جرأت نمیکنه پشت دوربین چنین حرف بزنه. تو رو خدا بعدش اینا رو دوباره مرور کنید، نکته ها رو بخونید. اون حفظی ها رو که من نوشتم همتون میشینید یه ساعت عربی میرقصین. گول نخورینا، بشین رو خونه اینا کار کن. بریم تست بعد. گفته در کدام فرآیند الکترون بیشتری بین مواد مبادله میشود؟ بچا وقتی میخواد ببینید چند مول الکترون تو این فرآیندها مبادله میشه، دو تا کار باید انجام بده. اول باید اون واکنش اکسایش کاهش باشه تا الکترون رد و بدل بشه. من رفتم کنار. اول باید اون فرآیند اکسایش کاهش باشه تا الکترون رد و بدل بشه، قبوله؟ ثانیا وقتی میخواد تعداد الکترون هایی که رد و بدل میشه رو محاسبه کنید، گوش بدید، وقتی میخواد تعداد الکترون هایی که رد و بدل میشه محاسبه کنید، باید معادله موازنه بشه. چی بشه؟ موازنه. فکر کنم صفحه بعد خالی دارم. ندارم.
گوش بدید، وقتی میخوای ببینی، وقتی میخوای ببینی توی فرایند چند مول الکترون جابجا میشه، بعد اول معادله موازنه بشه، بعد این اتفاق میزان ضریب رو، میزان ضریب موازنه رو بچه ضرب کنید در میزان تغییر. در میزان چی؟ تغییر. هر درجه تغییر کرده، این میشه تعداد الکترونی که دارن مبادله میشه. یعنی الانی گفته بود AL به اضافه هاش مثبت میدهد AL سه مثبت به اضافه هاش دو. اول باید معادله موازنه بشه، قبوله؟ میخوام موازنه کن. رفتیم از AL صفر رسیدیم به AL سه مثبت. چند درجه تغییر کرده؟ سه درجه. پس ضریب هاش مثبت میشه چند؟ سه. درست شد؟ هیدروژن از مثبت یک رسیده به صفر، چقدر تغییر کرده؟ یک درجه. قبوله؟ خب این میشه چند؟ یک. ببخشید، ضریب آلومینیوم از مثبت یک به صفر چقدر تغییر کرده؟ یک درجه. درست؟ حالا موازنه رو ادامه میدیم. اول باید موازنه بار کنیم، بعد موازنه جرم. نگاه کن بچه ها، اینجا سه مثبت، اینجا هم سه مثبت. قبوله؟ بعد اینجا سه تا هیدروژن، اینجا دو تا. این باید در یه سه دوم چی بشه؟ ضرب بشه تا هیدروژن ها موازنه بشن. و چون ما حق نداریم، تو موازنه ضریب کسری داشته باشیم، کل این اعداد باید در یه دو چی بشن؟ ضرب بشن. حالا میخوام ببینید تو این فرایند چند مول الکترون جابجا میشه. خیلی راحته. آل از صفر رسیده به مثبت سه، سه درجه تغییر کرده، درسته؟ ضریب موازنش هم چنده؟ دو. بعد از اینکه ضرب کنیم، پس تو این فرایند چند مول الکترون جابجا میشه؟ 6 مول الکترون. پس این یادداشت کنید، ضریب ضرب در تغییر میشه تعداد الکترون هایی که توی معادله رد و بدل میشن بین مواد اکسنده و کاهنده. اما یادت نره که باید حتما قبلش معادله رو موازنه کنیم. برگردیم سر تستمون. پس اینجا شد چند مول الکترون بچه ها؟ 6 مول. قبول؟ گزینه دو گفته سیاه او بزافه. بچه ها گزینه دو رو نگاه کنید، اصلا این واکنش اکسیژن کاهش نیست، پس الکترونی بین مواد اکسنده و کاهنده جابجا نمیشه. سرت بشه، اصلا این واکنش اکسیژن کاهش نیست، پس ما اکسنده و کاهنده نداریم. نگاه کنید چطور میفهمیم اکسیژن کاهش نیست. چند تا عنصر در نظر بگید کافیه. کلسیم اینور مثبت دو دیگه بلدید، اینور هم مثبت دو. پیو 4 هم که تغییر نکرده، پس از اکسیژنش تغییر نمیکنه. هیدروژن هم که به صورت ترکیب مونده تغییر نکرده، پس این واکنش اصلا اکسیژن کاهش بچه نیست. پس وقتی اکسیژن کاهش نیست، یعنی الکترون اصلا رد و بدل نمیشه. گزینه دو. گزینه سه پی بی او دو به اضافه پی بی میده پی بی او به اضافه او دو. بریم گزینه سه. این واکنش اکسیژن کاهش از قبل بلدید، چون توش عنصر دیده میشه حتما اکسیژن کاهش. ببین چه اتفاقی میفته. اول معادله رو موازنه میکنم، از اون موازنهای آسونه، چون الان این بر ما دو تا او داریم، اون بر سه تا او داریم، این باید در یه دوم ضرب بشه، درسته؟ بعد همه در یه دو ضرب میکنیم. یعنی وقتی بخواد این موازنه بشه، ضریب این خواهد شد دو، ضریب این هم میشه دو و مشکلات حل. معادله موازنه است. حالا میخوام ببینید چند مول الکترون جابجا میشه. حواستو جمع کن. اینجا عدد اکسیژن فسفر بلدید، اینا نپرسید از منا، مثبت 4، اینجا مثبت 2. از مثبت 4 تا مثبت 2 2 درجه تغییر داریم. ضریبش هم 2 میشه 4 درجه. یعنی اینجا ما 4 مول الکترون رد و بدل میکنیم. تو کدوم گزینه بچا؟ گزینه 3. پس میزان تغییر باید در ضریب موازنه چی بشه؟ ضرب بشه. بریم آخری. آماده ای؟ بریم چند مول الکترون جابجا میشه. پس یک شد. گزینه یک ما شد 6 مول الکترون، گزینه دو ما اصلا اکسیژن کاهش نیست، گزینه سه ما شد 4 مول الکترون، بس گزینه چند؟ 4. گزینه 4 می دونه دونه چک کنیم. اینجا آهن بچه ها از مثبت 3 نمی‌بینید رسیده مثبت 2، نمی‌خوام شکلش رو کنم. مثبت 3 تا مثبت 2 یه درجه تغییر داره. ضریب این خواهد شد 1. درست شد؟ قلع 2 شده قلع 4، دو درجه تغییر داره. این یه درجه بود، این دو درجه، پس ضریب میشه 2. درست شد؟ حالا موازنه جرم میکنم، اینجا دو تا اف ای داریم، این هم خواهد شد دو تا اف ای. اینجا یه دونه قلع داریم، این هم خواهد شد یه دونه قلع. ما باید ببینیم چند مول الکترون جابجا میشه. آهن از مثبت 3 رسیده مثبت 2، یه درجه تغییر داره، ضریبش هم شده چند؟ 2.
درست شد؟ ضربش هم میشه 2. پس چه نتیجه میگیریم؟ توی فرایند 2 مول الکترون جابجا شده. 2 ضریب موازنه نشه، 1 درجه هم تغییر داشت. ببینید میزان تغییر رو باید در ضریب موازنه ضرب کنیم. پس جواب تست ما میشه کدوم گزینه بچه‌ها؟ گزینه 1. سریع‌تر هم میشه گفته، سریع‌تر شکلی که خودت مطمئن باشی به کاری که انجام میدی، فقط موازنه آدمو گول میزنه. اینجا آهن 3 شده 2، درسته؟ خب در واقع 1 درجه تغییر رو داریم. همین که بگیم قلع 2 شده 4، 2 درجه تغییر کرده، ضریبه میشه 2، 2 1 میشه 2 تا و 2 مول الکترون جابجا میشه. راه‌های دیگه هم هست بچه‌ها، اما تو تست آدم جرأت نمی‌کنه، چون ممکنه بعضی از مسیرها سریع ما رو به خطا بندازه. بهترین کاره که میزان تغییر رو در میزان ضریب موازنه ضرب کنه. فهمیدین بچه‌ها؟ من 3 رو اون صفحه براتون حل می‌کنم، فقط به خاطر تو. 3 این بود. با تخته بکنم رو نم بزنیم خوب کار کن. 3 این بود. PbO2 تبدیل میشه به PbO به اضافه O2. موازنه رو عادی انجام دادم دیگه، سراغ اکسیدش کاهش نرفتم. گفتم اگه بخوام اینجا موازنه کنیم، این باید در یه 1/2 ضرب بشه تا معادله موازنه بشه، بعد کل اینو در یه 2 چیکار کرد؟ ضرب کرد. قبول؟ حالا کافیه یه ماده رو در نظر بگیری تا بفهمی چند مول الکترون جابجا میشه. سرتون میشه اینجا پی بی مثبت 4، اینجا پی بی مثبت 2. از مثبت 4 تا مثبت 2 2 درجه تغییر داریم که اینجا کاهشه، درسته؟ پس این پی بی ما 2 درجه کاهش پیدا کرده. ضریبش هم چنده؟ 2 میشه 4 درجه کاهش، یعنی 4 مول الکترون جابجا شده. این تشخیص سریع واسه اینکه شما ببینید چند مول الکترون جابجا میشه. حل؟ این از این اولی هم اگه بخوام بگم دقت کنید، آیل از صفر رسیده به 3، از صفر رسیده مثبت 3، 3 درجه تغییر کرده. موازنه که کردیم آسون بود دیگه، موازنش آسون بود، 3 درجه تغییر کرده، درسته؟ بعد چون بعد از موازنه ضریب این میشه 2، 2 در 3 ضرب بشه میشه 6 مول الکترون. تو تست بعدی هم ازش داریم. جواب تست شد گزینه 1 دیگه فکر کنم، آره 1. سوال 8، چه تعداد از مطالب زیر در مورد واکنش زیر درست است؟ خب ما اولین کار که انجام بدیم بیاد این واکنش رو با هم یه موازنه کنیم. موافقید؟ موازنه. یادتون نره یه جمله قبلا هم گفتم، همیشه قبل از موازنه هیدروژن و اکسیژن موازنه بار کنید. همیشه قبل از موازنه هیدروژن و اکسیژن موازنه چی کنید؟ بار. بریم آروم آروم با من بیان جلو، هر چی برات باشیم میگیم. عنصرها که اینجا تغییر کردن، یکیش منگنزه، مطمئنا معلومه چون تغییر داره. یکشم نیتروژن، خیلی تابلو انا که تغییر میکنن. هیدروژن مثبت 1 مونده، اکسیژن هم تغییر نکرد. دیگه بلدید اگر اینو محاسبه کنید، این منگنزه میشه مثبت 7، این منگنزه مثبت 2. از مثبت 7 به مثبت 2 5 درجه کاهش ما داریم. به چه چیزی میرسید؟ میفهمید که این ماده وقتی کاهش داریم یک ماده کاهنده است، چیز بخشید اکسنده است. این یک ماده چیه بچه ها؟ اکسنده. قبول؟ قبوله. نیتروژن اینجا مثبت 5، مثبت NO2 منفی، یا NO3 منفی، شما NO2 دارید، NO2 منفی، مثبت 3. این مثبت 5، از مثبت 3 تا مثبت 5 نپرسید چجوری به دست میاریم، اونا من درس دادم، باید x بگیرید به دست بیارید. از مثبت 3 تا مثبت 5 ما 2 درجه اکسایش داریم. به من یاد میده این ماده یک ماده چیه؟ کاهنده است. این ماده چی شو بچه ها؟ کاهنده. میخوام موازنه بکنیم، موافقید؟ میخوام موازنه کنیم، چون از ما گفته بگید تو این فرآیند چند مول الکترون جابجا میشه، بریم موازنه کنیم. پس گزینه آش درسته، MNO4 منفی اکسنده است، هاش مثبت کاهنده، راستی غلطه. کی کاهنده است؟ NO2 منفی. هاش مثبت اینجا نه نقش کاهندگی داره نه نقش اکسندگی. خب بعدیش میخوام موازنه کنیم، مواظب باشید. میزان تغییر MN 5 درجه است. چقدر بچه ها؟ 5 درجه. پس من ضریب نیتروژن رو میذارم 5. من اضافه ها رو پاک کنم، ضریب نیتروژن میشه چند؟ 5.
میزان تغییر این ذریب اون یکی ماده قرار میگیره. نیتروژن از 3 رسیده به 5، 2 درجه تغییر داره، پس ذریب این میشه چند؟ 2. میریم سراغ موازنه جرم بجز هیدروژن و اکسیژن. موازنه جرم بجز هیدروژن و اکسیژن، با من باشید قشنگ. اینجا 2 تا MN داریم، اینجا یه دونه، پس این حتما در یه 2 چی میشه؟ ضرب میشه. قبوله؟ 5 تا N داریم، اینجا هم خواهد شد 5 تا N، پس ذریب این همشه چیه؟ نوبت میرسه به موازنه هیدروژن و اکسیژن. بارها گفتم بازم میگم، اگه دوست دارید یادداشت کنید، زمانی میریم سراغ موازنه هیدروژن و اکسیژن بچه ها که موازنه بار کرده باشیم، یعنی قبل از موازنه هیدروژن و اکسیژن باید با دو طرف رو موازنه بار کنیم. ببینید چطوری. آماده اید؟ بار رو تخته شلوغ اشتباه رکن، بذار من اضافی ها رو پاک کنم. بازم اینا باش کار نداری. یادت نره که اینا عدد اکسایشن، باشون کار نداریم. ما فقط موازنه بار بود کارشون داشتیم. قبوله؟ بیای موازنه بار میخوام بکنم. این ور ضریب هاش مثبت ضریب نداره، پس اون ور رو میشمارم، این ور رو با اون ور مطابقت میدم. اینجا یه 2 مثبت، 2 دوتا 4 مثبت دارم، یه 5 منفی هم دارم. نگاه کنید، 2 دوتا 4 تا، 4 مثبت 5 منفی، پس طرف راست معادله من یه منفی اضافه تر دارم، یه منفی اضافه تر دارم. این برم باید بشه یه منفی. یه بار دیگه میگم، 2 دوتا 4 مثبت 5 منفی میشه یه منفی. بیا این بر چیا داری؟ اینو نمیشموریم بچه ها. چرا نمیشموریم؟ به دلیل که هنوز تکلیفش معلوم نیست. اینجا یه 2 منفی دارم، قبوله؟ یه 5 منفی هم دارم، میشه 7 منفی. درست بچه ها؟ یه بار دیگه، اینجا یه 2 منفی دارم، یه 5 منفی هم دارم، میشه 7 منفی. قبول؟ آره. حالا من میخوام یه منفی بشه، پس باید 6 تا منفیش از بین بره، پس ضریب هاش مثبت خواهد شد 6. رنگ رو عوض کنم، ضریب هاش مثبت میشه 6. چرا؟ این 2 منفی با این 5 منفی میشه 7 تا منفی، 6 تا مثبت کمش میکنه میشه یه منفی. دو طرف از لحاظ بار با هم دیگه چی میشن؟ برابر میشن. 6 تا هیدروژن، 6 تا هیدروژن، تعداد آب خواهد شد چند موقع؟ 3. معادله موازن است. بشمارید، همه چیز موازن است. تمامه؟ بازم داریم موازنه، مواظب باشید. حالا نکته ها چک کنیم. گفته تو این فرآیند چند مول الکترون، اولش گفته ام ان او 4 منفی نقش اکسنده درست شد، هاش مثبت نقش کاهنده غلطه، کاهنده ام ان او 2 منفی بود. گفته در این فرآیند 10 مول الکترون جابجا میشه. یادتون هست گفتیم میزان ضریب ضرب در تغییر درجه. اینجا منگنز اگه یادتون باشه از مثبت 7، از مثبت 7 رسیده بود به مثبت 2، 5 درجه تغییر داره. چقدر؟ 5 درجه. 5 درجه تغییر داره، در یه 2 ضرب می‌کنیم میشه 10 تا. یعنی توی فرآیند چند مول الکترون جابجا میشه؟ 10 مول. و این کاملا درسته. درست شد؟ پس الان چه بچگی ما نوشتیم؟ الف نادرست بود، ب درست بود. پ نسبت ضریب موازنه آب به یون نیتریت برابر 1/6. آب به یون نیتریت، ببینید جریان چیه. آب ضریبش 3 حالیه. نسبت ضریب موازنه آب به یون نیتریت، آب ضریب 3 درسته، یون نیتریت 5، 3/5. 3/5 چی بودی؟ سه پنجم میشه همون 1/6 و این کاملا درسته. یعنی مورد پی هم درست شد. درست شد؟ ذریعه آب به یون نیتریت. اینجا به تو یاد نکه با جدول کاتیون آنیونه هم بلد باشید، این یون نیتراته، این یون نیتریته. برو گزینه آخر، ضمن انجام فرایند پی اچ محلول کاهش میابد. میخوام شما جواب بدید بچه ها. قبوله؟ به من بگید قسمت آخر درسته یا نه. گفته پی اچ محلول کاهش میابد. بچه ها هاش مثبت داره از بین میره، وقتی هاش مثبت از بین میره یعنی داره از محیط اسیدی دور میشه، پس پی اچ محلول چی میشه؟ میاد بالا. کاهش میابد غلطه. جایی که غلظت هاش مثبت زیاد بشه پی اچ کاهش میابد، جایی که هاش مثبت کم بشه پی اچ افزایش پیدا میکنه. پس نتیجه میگیریم غلظت هاش مثبت چون داره کم میشه پی اچ افزایش پیدا میکنه. یعنی مورد آخر مورد نادرستیه. پس یعنی تو تست ما خدمتتون عرض کنم که
آ شد نادرست، ب شد درست، پ شد درست، ت هم شد نادرست. جواب کدوم گزینه؟ گزینه دو. قبوله؟ بریم تست بعدی. سوال دارید بپرسید بچه ها؟ کمیمی من رضا همیشه جواب نمیده. بعضی وقتا شماها گول میخورید، من میتونم. بعضی وقتا ممکن تستی بدم مثل آلومینیومه نتونید جواب بدید. اون خیلی بهتر، اون که من گفتم خیلی بهتر. تغییر ضرب در اون خیلی راحت تر. اکسیژن ها موازنه بودن، چرا شما نشمردید؟ اکسیژن ها کاملا موازنه، نگاه کن. این برای معادله 2 4 تا 8 تا 5 2 تا 10 تا 18 تا اکسیژن داری. درسته؟ 5 2 تا 10 تا 2 4 تا 8 تا میشه 18 تا. اون برای معادله 5 3 تا نیدم از بغل. 5 3 تا 15 تا با 3 تا میشه 18 تا. اکسیژن ها کاملا موازنه. خیلی خوب. به این دلیل پی اچ کاهش پیدا کرد، چون داره هاش مثبت از بین میره. نگاه کنید همه ببینن، هاش مثبت تعیین کننده پی اچ، اون برای معادله از بین میره، وجود نداره. اختار هاش مثبت از بین میره، پس پی اچ داره افزایش پیدا میکنه. جایی که هاش مثبت زیاد بشه، بچا پی اچ کاهش پیدا میکنه. تست 9. بر اساس فرآیندهای زیر نسبت ای بیوم. از این تستان کنکور زیاد میاد. نسبت A به B رو میخواد. پس از شما میخواد موازنه کنید، بعد راجع به شرط بزنید. میخوام بگم بعضی وقتا لازم نیست که شما حتما تا آخر موازنه کنید. حالا ببینیم جریان از چه قراریه، منظورم میفهمید. آماده اید؟ چیزایی که اینجا ممکنه تغییر کرده باشن بچه‌ها. چیزایی که ممکنه اینجا تغییر کرده باشن، برو دیگه. یکیش منگنز، نگاه کنید. یکیش هم پی بی اچ و ان هم ممکنه، نه چون اینجا ان ان او سه ان او اینا زرنگی ها که باید به خرج بدی که تست مادر کنی دیگه. ان او سه ان او سه مونده، یعنی عدد اکسیژن نیتروژن تغییر نمیکنه، ولی پی بی او دو شده پی بی ان او سه، دو مرتبه عدد اکسیژن پی بی تغییر کرده. پس یکی از اونها که تغییر میکنه پی بی. به شما نخواهند داد تستی که چند تا چیز تغییر بکنه، خیالتون راحت باشه. همیشه یک یا دو عنصر تغییر میکنه. منگنز این بر مثبت 2، منگنز این بر مثبت 7، درست شد؟ قبوله؟ مثبت 2 تا مثبت 7 چند درجه تغییر کرده؟ 5 درجه داشته باشید. پی بی این بر مثبت 4، پی بی این بر مثبت 4، اون بر مثبت 2، بلد دیگه پی بی ان او 3 دو مرتبه، اونجا دو مرتبه هم میگه پی بی مثبت 2. چند درجه تغییر کرده؟ 2 درجه. یادتون نره. میزان تغییر منگنز میشه ضریب پی بی. درست شد؟ نمیخوام تا آخر موازنه کنم. تغییر منگنز از 2 به 7 چند درجه تغییر کرده؟ 5 درجه. پس به جای A من باید چند قرار بدم؟ 5. درست شد؟ نمیتونی بگی گزینه درسته که 5 ها ممکنه ساده کرده باشه. قبول. حالا این یکی، پس این معلوم شد. دیگه تا آخر موازنش آسون نمیخوام برم، چون میخوام هدفم اون چیزی که تست براتون حل کنم بفهمید. اینجا چیا ممکنه تغییر کرده باشن؟ نیم واکنش گرتی، قبلا هم بهتون گفتم. اینجا کروم تغییر کرده و چون نیم واکنش فقط یه عنصر بیشتر تغییر نمیکنه، تو نیم واکنش یه عنصر تغییر میکنه. اینجا کروم اگه دقت کنید بچه‌ها، کروم از مثبت 6 رسیده به مثبت 3. به مثبت چند بچه‌ها؟ 3. جان آدم بشم خرابش نکنم. چند درجه تغییر کرده؟ 3 درجه تغییر کرده. در واقع 3 درجه کاهش پیدا کرده. درست شد؟ 3 درجه کاهش. میدونید که میزان تغییر میشه ضریب الکترون. ولی گول نخورید. شما نمیتونید بی رو الان بذارید 3. نمیتونید بذارید 3. چرا نمیتونید بذارید 3؟ بدن که این زیربند داره. بارها گفتم. باید همیشه زیربند در میزان تغییر ضرب بشه. اینجا 2 تا کروم داریم، هر کدوم 3 درجه تغییر کردن، پس این باید در یه 3 چی بشه بچه ها؟ ضرب بشه. 2 3 تا 6 تا، یعنی ضریب الکترون من اشتباه کردم در 2 باید ضرب بشه دیگه. این باید در 2 ضرب بشه، این باید در این ضریبه چی بشه بچه ها؟ ضرب بشه، زیربنده. پس همیشه میزان تغییر در زیربند ضرب بشه. قبلا هم گفتم خیلی مواظب باشید. فقط این چرا کار نکردیم؟ بخاطر اینکه زیربندش 1 بود. پس میزان تغییر میشه ضریب الکترون، یعنی الان بی شما خواهد شد 6، ضریب الکترون. پس ای بی او میشه 5/6، یعنی جواب گزینه 2. نیاز نبود معادله تا آخر موازنه بشه، چون موادی رو خواسته بود که تغییر میکنن. منگنز از مثبت 2 تا مثبت 7 5 درجه، ای شد 5 چون ضریب پی بی با 5 بذاریم، یادتون نره که جا به جا میکنیم. کروم از 0
از مثبت 6 رسیده مثبت 3، 3 درجه کاهش پیدا کرده، در یه 2 هم ضرب می‌کنیم میشه 6 درجه. هفته پیش بهتون یاد دادم همیشه میزان ضریب الکترون میشه میزان تغییر درجه، میزان تغییر درجه میشه ضریب الکترون. قبوله؟ پس 3 2 تا 6 تا b میشه 6، 5 6 هم جواب تست ماست. بچه‌ها بدن که وقت زیادی از کلاس ما تو اول کلاسای گرفته میشه، 2 جلسه است. بعد خدمتتون عرض کنم که نمیخوام زمانم کم بیاریم تا آخر کلاس بخوام اضافه کنیم، یه خود تونتر میگم هر سفری که من باز میکنم شما یه اسکرین شات همیشه بگیرید داشته باشید که بعد اگه سوالی داشتید بپرسید. اگه سوال راجع به تست بپرسه بچه‌ها، جونم فاطمه بگو. نه کمی میمیاسم من میترسم، همیشه نرید. بچه‌ها جان اینا به من تو اس ام اس بگید. اینجا چیز غیر از تستا نرسید، من هر کاری دستم بیاد براتون میکنم، خیالتون راحت. خیلی خوبه، بریم. مرسی. تست شماره 10 آماده. بر اساس جدول ای صفر میدونی که این تست رو باید جاگذاری کرد. بر اساس جدول ای صفر فلز پایین‌تر میتواند به کاتیون فلز بالاتر الکترون بدهد و آن را کاهش دهد. 600 بار این تست کنکور اومده. یادتون نره فلز پایینی با کاتیون بالایی، یعنی تست 10 جوابش گزینه چنده بچه؟ گزینه 1. چه جمله شو بلدی. اما تست 11 برسید کوچیان قسم، نه پارسال هم قسم خوردم نیومد، امسال احتمالش خیلی خیلی بالاست. جزء ترمینای کتابتونه، حرومتون باشه راهی که بهتون یاد میدم. از روی کتاب تستا بخونید میفهمید من چرا میگم حرومتون باشه. گفته 11 قدرت کدام گزینه قدرت گونه های اکسنده را در واکنش های خود به خودی زیر به درستی مقایسه کرده است. این که شد جواب کدوم گزینه بر اساس جدول صفر؟ جواب شد گزینه 1. من یادم رفت براتون تخته رو جابجا کنم. این که چی؟ درست شد؟ تست 11 خیلی احتمالیه بچه‌ها، خیلی احتمالیه. قبوله؟ خب 20 ثانیه به هیچی فکر نکنید، آروم بشید تا من یاد بدم. بچه ها بیداری؟ من تست بکنم صدا و تصویر خوبین؟ صدا و تصویر؟ خیلی خوب. دوست داشتنی ها اما شعر رو برون پایین می نسید، برای خودتون هم تو روحیتون تأثیر میذاره، همین که در واقع سردتون میکنه. بچه ها کنکوره دیگه، یه ما دیگه بیشتر نیست، تو این یه ما باید همه توانتون بذارید، تلاش کنید ازش استفاده کنید به شکل‌های مختلف. نه این کلاس، هر کلاس، هر جزوه، هر تمرین، هیچی از سر نگذارید. البته استراحت هم که باید بکنید. حالا سعی کنید تو کلاس باشید تا اینکه بخواید با هم دیگه حاشیه سازی کنید و مشکل ساز بشین. از دست ندید. یه ما دیگه بیشتر نیست. می‌بینید منم تلاش می‌کنم که از وقتتون بیشتر استفاده رو کنم. با سرعت بیشتری هم میگم. تست بیشتری می‌خوام حل کنیم. حالا بعد کنکورتون میگم اونا که روی این تستا کار نکنن، البته اون کسی که تو این کلاس میاد که کار می‌کنه. اونا که کار نمی‌کنن چه آسیبایی می‌بینن. برو ببین بچا ما تو تستا دو مدل از این که تشخیص بدیم قدرت کاهنده کدوم بیشتره، قدرت اکسندگی کدوم ذره بیشتره، دو حالت داره. اگه مثل تست 12 جدول ای صفر رو به ما دادن، یادتون نره، همه رو دارم میگم میتونید اسکرین شات بگیرید. اگه جدول ای صفر رو داشتیم، یادتون باشه وقتی کاهنده ها رو با هم مقایسه میکنن، این قسمت با هم مقایسه میشن، درست شد؟ وقتی اکسنده ها رو با هم مقایسه میکنن، اینا با هم مقایسه میشن، هیچ وقت اینا رو به عنوان کاهنده مقایسه نمیکنن. پس بر اساس جدول ای صفر سمت راستی ها کاهندن، سمت چپی ها اکسندن. اگه به شما میگه قوی ترین دارن تست 12 رو بررسی میکنن برای که قبلی خوب بفهمینا، اگه به شما میگه قوی ترین کاهنده کیه، تو اینا دنبالش میگردید، اون که کوچکترین ای صفر رو داره. پس دی ما میشه قوی ترین کاهنده. چرا؟ تو سمت راستی هست. یاده نره بازم داره بعد میرسم، اینا همشون کاهنده و اینا چی هم بچه ها؟ اکسنده. اگه کاهنده ها رو مقایسه میکنه، سمت راستی ها رو ببینید، اون که ایسفش از همه کمتر، یعنی تو جدول پایین تره، پس دی.
درست شد. ضعیف ترین کاهنده میشه برعکسش، دیگه دنبالش نرو. آ میشه ضعیف ترین کاهنده. پس هیچ وقت کاهنده رو اینجا دنبالش نکرد. دکتر دوم میگه قوی ترین اکسنده کدومه؟ تا میگه قوی ترین اکسنده کدومه؟ خب بیاید سمت چپ جدول ای0 اینا رو ببینید. اون که بزرگترین ای0 رو داره، بزرگترین ای0 خواهد شد قوی ترین اکسنده. یعنی قوی ترین اکسنده اینه. پس این میشه ضعیف ترین اکسنده. پس اگه جدول ای0 رو به ما دادن، گفتم بر اساس جدول ای0 قدرت کاهنده و اکسنده رو مقایسه کن. برای مقایسه کاهنده میریم سمت راست. اون که کوچکترین ای0 رو داره میشه کاهنده ترین. اگه میخوای اکسنده ها رو مقایسه کنیم میریم سمت چپ، میریم تو مقدارهای سمت چپ اینا رو چک میکنیم. اون که بزرگترین ای0 رو داره میشه قوی ترین اکسنده. اما احتمال این تو کنکور کمه چون آسونه. یه مدل دیگه هم داریم مقایسه قدرت اکسنده و کاهنده که تو تست قبلی داریم. این احتمالش خیلی بالاست چون تمرین کتابتون هم هست. من برای این کامل توضیح میدم شما یاد بگیرید. گوش بد، من اول خدای کامل میگم تو حرف مفت نزن. بچه وقتی یک واکنشی خود به خودی انجام میشه، باشه بد نیست، وقتی یک واکنشی خود به خودی انجام میشه میتونی بنویسی رو که میگم. وقتی واکنش چی نوشتم؟ خود به خودی انجام میشه. قانون همیشه اینه، یادتون نره. تو تمامی واکنش های اکسایش خود به خودی، خب نمیگه به کمک جریان برق، نمیگه نمیدونم به کمک دادن انرژی، میگه این فرایند خود به خودی. وقتی واکنش خود به خودی انجام میشه، واکنش هم اکسایش کاهشه، همیشه اینجوری حرکت میکنه، همیشه اینجوری حرکت میکنه. نگاه کنید، اکسنده قوی به اضافه کاهنده قوی میدهد اونور اکسنده ضعیف به اضافه کاهنده ضعیف هیچ خیلتون نره. هر وقت واکنشی خود به خودیه، قوی ها میدن ضعیف ها رو. حالا این دوتا جاشون عوض بشه مهم نیست، فکر آبر بره نکنید. کاهنده قوی بزن بکسنده قوی مهم نیست، قوی ها تبدیلشن به چی ها؟ ضعیف ها. این کاملا تجربی علت داره، ما دیگه نمیخونیم، بر اساس ای0 درسته. فقط یادت باشه تا گفت واکنش خود به خودی یا به تو گفت واکنش داره انجام میشه بدون کمک برق و انرژی از این حرفا، قبوله؟ بدونی واکنش خود به خودیه. تو واکنش خود به خودی همیشه واکنش از سمت قوی ها میره به سمت چی؟ ضعیف ها. خب حالا بیاد اینجا تو این تست گفته خود به خودی، این کلمه پس تعیین کننده است. همین به تو میگه قوی به سمت ضعیف، یعنی این وریا اکسنده ها کاهنده های قوی هن، اون وریا اکسنده ها کاهنده های ضعیف هن. چجوری تعیین کنیم؟ نگاه کنید، رفتیم آماده بچه ها، رفتیم کروم شلوغش نمی کنم، کروم 3، کروم 2 شده کروم 3. راستی تو اینجور تست ها ضریب موازنش نقشی نداره. کروم 2 شده کروم 3. وقتی کروم 2 میشه کروم 3 یعنی اکسایش پیدا کرده، پس این یک کاهنده است و قویه، قبوله؟ و قویه. عقب نفتی چون فرصت تکرار ندارم بچه ها. قویه. حتما نقطه مقابلش اکسنده است. یعنی اگه فرض کنی واکنش برگشت پذیره، از اون بهش نگاه کنید، اگه این کاهنده است نقطه مقابلش اون یکی میشه اکسنده، اما این اکسنده ضعیف. یه بار دیگه، SN2 شده SN0، 2 درجه کاهش پیدا کرده، پس یک ماده اکسنده است، اما این اکسنده قویه و نقطه مقابلش یک کاهنده است اما ضعیفه. اگه از این ور نگاه کنی منظورم میفهمید. قبوله؟ تو این تسته میخواد قدرت گونه های اکسنده رو با هم مقایسه کنه. همین الان فهمیدی
SN دو مثبت یه اکسنده قویه، اما CR سه مثبت یه اکسنده ضعیفه. یعنی الان تو این نتیجه رو جلوش راحت بگیر که از لحاظ قدرت اکسندگی SN دو مثبت قوی تر از کروم سه مثبت. یعنی گزینه درسته که این توش باشه، یک میتونه باشه، دو نمیتونه باشه، درسته؟ تموم شد فکرم یکی دیگه. SN دو مثبت باید قوی تر از قدرت اکسندگی، SN دو مثبت باید قوی تر از کروم سه مثبت باشه، SN دو مثبت قوی تر از کروم سه مثبت. این ضعیفتره، این که اصلا توش نیست، اینم توش نیست. آقا کنیم باز این است یک. اما بریم تا آخر چک کنیم، موافقید؟ با من بیا، با من بیا، با من بیا. رفت. نگاه کنیم بچه اینجا. آهن صفر شده آهن دو، قبوله؟ اکسایش پیدا کرده، پس این یک ماده کاهنده است و قویه. ترتیب نداره بچه ها، مثلا شانسی این شد کاهنده، این شد کاهنده، چپ و راستش مهم نیست، کاهنده است و قویه. نقطه مقابلش یعنی این یه اکسنده است و ضعیف. دوباره SN2 شده SN0، کاهش پیدا کرده، پس این یک اکسنده است و قوی، پس این یک کاهنده است و ضعیف. قبوله؟ الان اکسنده ها میخوام مقایسه کنیم، چیه با چی اکسنده؟ SN2 مثبت از لحاظ قدرت اکسندگی از FE2 مثبت هم قوی تره. SN2 مثبت قوی تر از FE2 مثبت. یعنی بازم کدوم گزینه تایید میشه؟ یک. خیلی مسیر سریع خوبیه. بازم بریم ادامش. آماده اید؟ پس یادمون هر وقتی واکنش خود به خودی از قوی ها به سمت ضعیف ها میریم. رفتیم. همه با من باشید. اومدیم. FE صفر شده چی؟ FE دو مثبت. کاهش اکسایش پیدا کرده، پس این یک کاهنده قویه. نقطه مقابلش این میشه اکسنده ضعیف. اذیت میکنی؟ ضعیف. قبول؟ حالا کروم سه شده کروم دو، کاهش پیدا کرده، پس این یک اکسنده است، اما این اکسنده قویه. نقطه مقابلش این کاهنده چی خواهد بود بچه ها؟ ضعیف خواهد بود. چیا رو مقایسه میکنیم؟ اکسنده ها رو. کروم سه مثبت در مقابل FE2 مثبت، این قوی تر از اونه. یعنی میتونیم اینجا بنویسیم کروم سه مثبت قوی تر از FE2 مثبت. بازم کدوم گزینه تایید میشه؟ گزینه یک. به راحتی میشه داشت کستاد. میتونستیم با قدرت کاهندگاه رو مقایسه کنیم. شما 30 ثانیه وقت دارید، تستی که فهمیدید 30 ثانیه وقت دارید به من بگید که کدوم گزینه ترتیب قدرت کاهنده ها رو نشون میده، کدوم گزینه ترتیب قدرت کاهنده ها رو نشون میده. همون شرایط حاکمه. اگه بگید خیلی کیف داره. ماش بچه ها، خیلی راضیم ازتون. باریکلا نگاه کنید قدرت کاهنده ها. کاهندگی کروم دو به دست نگاه کنید. کاهندگی کروم دو از کاهندگی SN قوی تره. این بر قوی هم و بر ضعیف. پس گزینه درسته که کروم دو قوی تر از SN باشه. و اگر نگاه کنید گزینه سه که کروم دو از SN قوی تره. جای دیگه هم نداریم، درسته؟ پس اگه میگفت کدام گزینه ترتیب قدرت کاهندگی رو مقایسه میکنه، میره سراغ گزینه سه. اگه میگفت کدام گزینه ترتیب قدرت اکسندگی رو مقایسه میکنه، جواب کدوم گزینه است؟ یک. کیف کردین؟ حال کتاب تستا رو بخونید، بهتون میگم زبان فارسی یادتون میره. بچه خوب بود؟ یاد گرفتید؟ نه اصلا کاتیون آنیون بچه هیچ ربطی به کاتیون آنیون هیچ ربطی به کاهندگی اکسندگی نداره. کاهندگی اکسندگی همیشه توی واکنش خودشونشون میده. خوشحالم بچه. بریم نکته بعدی.
تو این تست. با توجه به جدول مقابل چه تعداد از عبارات‌های زیر درست است؟ برو بریم. خب گفتم با توجه به جدول مقابل چه تعداد از زیر درست است؟ آ دی قوی ترین کاهنده و آی مثبت قوی ترین اکسنده است. با هم چک کنیم. آماده اید؟ قرار شد وقتی کاهنده ها رو مقایسه میکنه بریم سمت راست بر اساس جدول. بریم سمت راست. اونا که پایین ترن قوی ترن. پس دی قوی ترین کاهنده است. وقتی میخواد اکسنده ها رو مقایسه کنه میایم چپ میریم بالا. پس آی مثبت قوی ترین اکسنده است. یعنی گزینه آ گزینه درستی. بکش نه بکش پایین نه. بریم بعدی بی. قسمت ب گفته آ ضعیف ترین کاهنده است. کاملا درسته. این قوی ترین کاهنده است. نقطه مقابلش آ اون بالا کار به با اون مقابل قبلی ها نداریم ما تو جدول اونو که میدیم بالاتر میشه ضعیف‌ترین کاهنده پس تو این جدول آ ضعیف‌ترین کاهنده است اگه این قوی‌ترین اکسنده است پس دی مثبت دی سه مثبت میشه ضعیف‌ترین اکسنده پس یعنی قسمت ب هم قسمت درسته ماست قسمت پ گفته دی سه مثبت میتواند سی دو مثبت را اکسید کند یعنی چی دی سه مثبت میتواند سی دو مثبت را اکسید کند یعنی خودش کاهش پیدا کنه درسته؟ وقتی ماده را اکسید میکنه یعنی الکترون بگیره درسته؟ گفته دی سه مثبت درسته؟ میتونه از سی دو مثبت الکترون بگیره یاده نره همیشه فلز پایینی به کاتیون بالای الکترون میده و این اتفاق هیچ وقت نمیفته هیچ وقت فلز پایینی از بالای الکترون نمیگیره تمامه؟ یا جمله هم درست کنم ببین نگاه کنی جمله ادبیاتی باید بفهمی گفته دی سه مثبت میتواند سی دو مثبت را اکسید کند یعنی دی مثبت وقتی میخواد اون را اکسید کنه خودش کاهش پیدا کنه این میخواد کاهش پیدا کنه وقتی میخواد کاهش یابد یعنی باید الکترون بگیره یعنی سی دو مثبت باید بتونه به دی سه مثبت الکترون بده نگاه کنید سی دو مثبت نمیتونه به دی سه مثبت الکترون بده فلز پایینی میتونه به کاتیون بالای الکترون بده یعنی گزینه سه گزینه درست قسمت پ گزینه درستی نیست نادرسته ت بی میتواند آی مثبت رو کاهش داد بچه‌ها بی میتواند آی مثبت رو کاهش داد یعنی بی میتونه به آی مثبت الکترون بده یاد نره بی در صورتی میتونه به آی مثبت الکترون بده که بی پایین باشه آی مثبت بالا فلز پایینی کاتیون بالایی رفتیم این بی آی مثبت بالا فلز پایینی میتونه به کاتیون بالا الکترون بده مشکل ایجاد نمیشه پس این کاملا درست یعنی چیا شدن آ شد درست، ب شد درست، پ شد نادرست، ت هم شد درست. گفته چه تعداد از عبارات از این درستن؟ جواب گزینه 2. 3 تاشون درست بودن. حله؟ خیلی بهش دقت کنید. اون جمله که بهتون یاد دادم فلز پایینی میتونه به کاتیون بالا الکترون بده، عالیه. عکسش صدق نمیکنه. هیچ‌وقت فلز بالایی به کاتیون پایینی الکترون نمیده. درست شد؟ بریم سراغ تست بعدی. دویست ثانیه نفس عمیق بکشید. بچه اندازه ها درشتن. میبینید خوب از رو تخته اندازه ها، طرح ها، اعداد. خوب هن اندازه هایی که من انتخاب میکنم واسه نوشتن. رنگ ها مزیاد چی؟ خوب هن دوست دارید رنگ ها رو آبرو من نمیره. بگم سن آقا کوچان خدایی شواهنگ باری کلا. کیف داره. نه بی سلیقه نیستم خیلی یعنی قشنگ قابل رویت مشکلی پیدا نمیشه خب خوشحالم برو بریم آمده این راجع به سلول گالوانی میخوام حرف بزنیم سلول گالوانی از دو تا نیم سلول درست شده آنودی و کاتودی هر نیم سلول توسط یه دیواره متخلخه از نیم سلول بغلی جدا میشه این دیواره نمیذاره دو تا محلول با هم سریع قاطی بشن میدونید ولی میذاره به موقع یونهایی که باید عبور کنن عبور کنه حفظیاش هم که بلد همیشه نیم سلول آنودی یعنی جایی که عمل اکسایش رخ میده نیم سلول آنودی جایی که چه عمل رخ میده اکسایش از اون نیم سلولیه که فلزش کاهنده تره یعنی تو جدول پایین تره یا ای سفرش کوچیک تره قبوله؟ یعنی آلومینیوم اینجا آل سه مثبت رفته زیر کوچیانفر پیدا نیست این آل سه مثبت
مواظب باشید ای صفرار بهتون میدن، حالا به شکل‌های مختلف من بهتون میدم. ای صفرار بهتون میدن، وقتی ای صفرار بهتون میدن ممکنه قانون بالا و پایین رو رعایت نکنن. شما از رو کوچیک و بزرگی فهمید کدوم ما بالان کدوم ما پایینن. گرفتی؟ خیلی مواظب باشید. یعنی الان تو جدول آلومینیوم از مس پایین‌تره، چون ای صفرش کوچیک‌تره. همیشه فلز پایینی میشه آنود یا قطب منفی، فلز بالایی میشه کاتود یا قطب مثبت. قبوله؟ یادتون نره. محلول الکترولیت ما خب شامل کاتیون و فلزاست.